خیلی خوش اومدید. سلام من یعنی شنجی ران من باخ جیران من باخ یه ها ما کنجکاف شدیم که ببینیم تاریخ سامورایی ها چیه. من خودم فقط میدونستم چی هن، نمیدونستم دقیق چی هن. گفتیم با هم بریم ببینیم چی هن. تاریخ ژاپن همه چیز در مورد فرهنگ سامورایی ها، سامورایی کیست و چرا مهم شد. سامورایی ها یک طبقه ای از اشراف نظامی بودند در ژاپن از قرن 12 تا اواخر قرن 19، یعنی بیش از 700 سال اینها در جامعه ژاپن نقش داشتن و گاهی نقش خیلی مهمی هم داشتن. هم امتیازات مالی و پرستیژ اجتماعی و ایناشون بالا بود و هم البته مسئولیتش. اما چی شد که اینها مهم شدن؟ 700 سال خیلی. مرسی از این واقعا ویدیو قشنگ. 700 سال خیلی. ماجرا برمیگره به قرن 12 و دوران شوگانیت کاماکورا. شوگانیت یک دوره حکومت فئودالی. کاماکورا مرکز نخستین شوگان سالاری در ژاپن بود. این نظامی در ژاپن، شوگان فرمانده کل قوا، ممکن بود حکمش رو از امپراتور گرفته باشه، ولی در دوره‌ای که بهش میگیم شوگانیت، در عمل قدرت اول کشور دست شوگان بود. در طول تاریخ چند بار این اتفاق افتاده، قدرت هی عوض شده در ژاپن. قدرت واقعی یا دست امپراتور بوده یا دست شوگانیت بوده که حالا از قبیله های مختلف بودن. تو قرن 12 هم که ژاپن رفت توی دوران شوگانیت، دیگه ظاهر و باطن نفر اول یک مدتی همین شوگان بود. اتفاق مهم دیگری که افتاد اون موقع حمله گوبلای خان مغول. کنن هر وقت تاریخ هر جا رو میخونی چنگیز خان رو ندیدید برید ببینید، خیلی فیلم خفنیه. اگر به قرن این چیزشه، این بچه‌هاشه، قرن 12 میلادی رسیدین، بدونین سر و کله مغولا یه جوری پیدا میشه. قرن 12 سند خورده واقعا به نام مغول‌ها، اول چنگیز خان و بعد هم بازماندگانش. این دوره شوگانیت رو خوبه بدونیم دربارش. همین یه خط رو بگیم که از قرن 12 شروع میشه در ژاپن و تا قرن 19 هم ادامه داره. آخر قرن 19 دیگه وارد، در واقع وسط قرن 19 وارد دوره میجی میشیم، اصلاحات میجی، میجی رزورشن، که شاید مهمترین دوره ژاپنه و حالا دربارش بعداً مفصل صحبت میکنیم. دوره شکوفایی اصلی ژاپن اونجاست. در طول دوره شوگانیت و در واقع در طول تاریخش اصلا تا قبل از میجی، ژاپن کشور عقب مونده‌ای بود. فرین من یه چیزایی در مورد تاریخ ژاپن میدونستم ولی نمیدونستم میخوره به این تاریخ این زمان. من میدونستم که چیز بوده، یه ژاپنی همگر میخوردن، انقدر وحشی بودن، میکشتن، یعنی در حدی که خفن میرفتن میخوردن، اصلا میرفتن میکشتن همگر رو میخوردن. من میشیدم خدا چشایه بوده. نه الان هم گفت آخه من نمیده بودم. نه گفت کردن دیگه، مثل اینکه بعد با فرهنگ سازی، با آموزش، چون تا اونجا که من میگم انسان فقط تربیت پذیره، یه انسان تنها موجودیه که تربیت پذیره، خیلی خفن. بعد با 100 سال تربیت سازی، مثل این که الان شدن یک دزدی ندارن الان. برعکس چین که خیلی وقتا خیلی قدرتمند بود، ژاپن نه، واقعا قدرتی نداشت. اما سامورایی ها، ما اینجا میخوایم در مورد سامورایی ها صحبت کنیم. سامورایی ها در طول دوران شوگانیت در ژاپن مهم بودن. در جنگ با مغول ها خیلی قابلیت خودشون نشون دادن. جنگ مهمی هم هست اون جنگ، هم از نظر اینکه توش برای اولین بار باروت استفاده میشه، حداقل در خارج از چین برای اولین بار باروت استفاده میشه، از نارنجک دستی انگار استفاده میشه. قرن 12 خلاصه هم از نظر تجهیزات نظامی که استفاده می نارنجک دستی هست چی میگه؟ چاشم سوری ما داریم اون موقع واسه جنگ میزنه. میشه مهمه هم از نظر این که اشغال موفقی نبود برای مغول‌ها و دفاع موفقی بود برای ژاپنی‌ها. این مجموعه پراگول‌ها و دفاع مرز مغول‌ها رو قرمز همه رو مغول‌ها گرفته. این ایرانه، اینجا بابله، آخه ایرانه بود، کلش ایران بوده دیگه. بعد چنگیز خان میاد، خیلی فیلم خفن. دفاع موفقی بود برای ژاپنی ها. این مجموعه پراکنده از مجمع الجزایر رو اینا تونستن متمرکز حفظ کنن. با دلیری و شجاعت خودشون هم خیلی نبود که پیروز شدن. در واقع یک طوفان هایی آمد به نام کامیکازه و این رسید به داد ژاپنی ها. خودشون میگفتن این امداد غیبیه، چون به کمک این طوفان ها و البته رشادت سامورایی ها تونستن جلوی اشغال مغول ها رو بگیرن. تا قرن ها بعد هم سامورایی ها خیلی مهم بودن در ژاپن و همین که اصلا تا زمان هیروشیما
فکر میکردن ژاپن شکست ناپذیره و هرگز اشغال نخواهد شد. چرا؟ چون کامیکازه. دیدی طوفان چی کار کرد با مغولایی که میخواستن اینجا رو بگیرن؟ همه دنیا این دیگه تو ذهنشون ثبت شد دیگه. ما هم داریم یه رستم دستان. بزن دنیا رو گرفتن، اینجا رو نتونستن. یه اعتماد به نفس عجیبی بهشون دادین کامیکازه. سامورایا طبقه بالای جنگجویان ژاپنی بودن. جنگجو، واریر، شهروند ایدئال دوره شوگانایت هم بودن. خودشون البته دسته ها و قبایل مختلف دارن. یه پادکستی هست اصلا تاریخ اینها رو میگه، دونه دونه قصه قبایل مختلفشون رو میگه. ما اونقدر نمیخوایم بریم توش، حداقل فعلا علاقه من نیست. میخوام کلا درباره سامورایی ها بدونم. مثلا یه چیز مهم شمشیرشونه. شمشیر سامورایی یه چیزیه که ما شاید خیلی باهاش آشنا باشیم، یعنی شنیده باشیم دربارش، آشنا که نیستیم. در شمشیر سازی خیلی خبره و معروف بودن ژاپنیا، امروز هم هستن، هم در شمشیر هم در چاقو. چاقوی ژاپنی همین امروز هم یکی از معروف‌ترین و گرون‌ترین چاقوهای دنیا رو می‌سازن ژاپنیا. شمشیراشون پروفایلش فرق می‌کرد با بقیه، تیزیش هم فرق می‌کرد. خود شمشیر سازی ژاپنی واقعا یه ویکی‌پدیای جالبی داره برای کنجکاوان و علاقمندان. بجز انواع شمشیر که هر کدوم حالا یه اسمی هم دارن، از این سلاح‌های مختلف، از این سلاح‌های زنجیری هم داشتن چند جور، تیر و کمان هم داشتن. و دوست دارم سامورایی باشم، دوست دارم به خدا، یعنی هر وای همه رو نصف کنم. بهش مجهز بودن سامورایی ها در طول این قرن ها و جنگجویان ماهری بودن دیگه، یعنی و واقعا البته فقط هم نیروی نظامی نبودن. بعد از من شنیدم که تیراندازی و از سوارشون باید خیلی ماهر باشن. چقدر خفنن. مدتی دیگه اصلا نظامی بودن کافی نبود براشون تو اون طبقه ای که اینها بودن. هم آیین و آداب و رسوم و اینهاشون زیاد شد. همین که چون وارد شدن به اداره کشور کلی آموزششون زونه. حالا که بحث اینا شد، نماز روزاتون قبول باشه، مخصوصا سینا شما هم نماز روزاتون قبول باشه، پروتکل های اومد توشون که دیگه از امور نظامی فراتر بود. خیلی زود سامورایی ها باسواد شدن، رده های بالاشون کتابخونه شخصی مفصل داشتن از کتابای درباره استراتژی و علوم جنگ و تاریخ و اینها. تعلیمات کنفوسیوس چینی شد جزء چیزایی که اینا باید میخوندن، بعد مثلا میخوندن و یاد میگرفتن سامورایی ها اینها رو. اهل هنر بودن، احتمالاً علمی باشه واسه چینی ها دیگه. اصلا میگفتن رزم و هنر هر دو رو ما باید توش خوب باشیم. یک سامورایی باید در هر دو اینها خوب باشه، یک دست شمشیر یک دست قلم. الگوهاشون هم اون سامورایی هایی بودن که در هر دو اینها خوب بودن، در رزم و هنر خبره بودن و زبان زد بودن و واقعا هم خودشون تلاش میکردن بقیهشون که مسیر اون الگوها رو دنبال کنن. از نظر فکری و فلسفی فرهنگ بودایی و زن روشون تأثیر داشت، کمی هم تعالیم کنفوسیوسی. میبینید دیگه تأثیر کنفوسیوس هم یه چیزه شده. یه همون داستانیه که انرژی کنترل میکنه. میگم علاکی نیست از انقدر چی؟ سامورایی تو دهنه همه هست. میدین چی میگم؟ خیلی خفنه، خیلی خفنه. تأثیر فرهنگی مسلط در ژاپن وارداتی از چین بودایی. هر کی کنفوسیوس ما میشه اسم خودش رو بذاره سامورایی. اینی که گفتیم یه ویدیو در مورد سامورایی درست کنیم که اصلا ببینیم آنگاهی که سامورایی میشنویم آیا در شأن سامورایی هست. زن مثل بلد در ژاپن وارداتی از چین، بودایی، کنفوسیوسی، زن مثل بسیاری چیزهای دیگه ژاپنی در اون موقع در طول تاریخ آسیا تا همین اواخر قرن 19 چینه که برادر بزرگ است و ژاپنه که تأثیرها رو از چین میگیره. تحت تأثیر آموزه‌های بودایی و تناسخ سامورایی‌ها حتی از شکنجه و کشتار بی‌دلیل و اینا دیگه دست کشیدن. بعضیشون حتی کلاً بیخیال مبارزه و کشتن. 1001 بار من شدن. حتی بعضیشون وسط میدون جنگ اینطوری شدن و سرشون رو به باد دادن. وفاداری، فرمانبری، اینا از تعالیم کنفوسیوسی آمد توشون. سامورایی ها در حال خدمت به فرمانده میگفتن که نباید فکر کنن به 100 نفر مردم یا 1000 نفر مردم، فقط به یک نفر باید فکر کنن و به وفاداری به اون باید فکر کنن. وفاداری تا پای جان، اصلا مرگ معنی خاصی نداره. درست میگه، کاملا درست میگه اینو، ولی به فرماندهشون عقاید خفنشون بوده. داره وقتی در خدمت لورد هستی، افتخاریه برای خودت و برای خانوادت که جانت رو در این راه بدی. شاید همین آموزه هاست که باعث میشه یک مورخینی بگن هیچ ملتی در جهان مرگ نترستر از ژاپنی ها
نیست. یه مقدار زیادی این المان‌های فرهنگی تو سامورایی‌ها بود. یه المان‌های فرهنگی دیگه هم که ما امروز به اسم چیزهای فرهنگی ژاپنی می‌شناسیم، اینا رو سامورایی‌ها بودن که رشد دادن و توسعه دادن تو ژاپن. یعنی تأثیر فرهنگی اینطوری هم گذاشت. این نیرویی که تو ذهن ما ممکنه مثلا فقط نیروی نظامی باشه و به همون شمشیر و اینا بشناسیم، نه. مراسم چایخوری ژاپنی هست یا مراسم باغ ژاپنی هست یا سنت باغ ژاپنی. مراسم چایخوری چادو یه هنری واقعا برای خودش دیگه، از اون آماده کردن چای سبز تا ساب کنید بعد چما بریم ژاپن. پذیرایش اینا، این از فرهنگ سامورایی اومده. کدو یا کادو، اینا همه آیین‌های معروف و زیبایی هستن، اینا از فرهنگ ژاپنی. اینا چیز اودشونه، با اینا مدیتیشن میکنن. این باغ و مراسم چایی و اینا از دل فرهنگ سامورایی و به دست و فکر سامورایی ها خیلی رشد کرد و گسترش پیدا کرد. یه چیزی رو البته بگم، این آداب دقیق سوال آنو مگه بوده مال هند نبود؟ نه بوده مال تبت، تبت هم تو چین بود، تو نمو سمته و چین حمله میکنه اونا رو کلن میکشه. دقیق داشتن و چی و چطوری بیاریم، چطوری ببریم، چطوری ارائه کنیم و اینا، این واقعا فقط مال چای و باغ و اینا نیست. در نمیدونم، الان منم دو به شک شدم، نمیدونم، سرچ کنید بچه‌ها. جنگم برای همه چی، این واقعا فقط مال چای و باغ و اینا نیست. در جنگم برای همه چی یا حداقل برای خیلی چیزا اینا یه پروتکل‌های دقیقی داشتن. سر می‌بریدن جنگ دیگه، سر می‌بریدن. بعد خسرا رو باید می آوردن مثلا تقدیم میکردن، خیلی هم افتخار بود که هر کس چند تا سر بیاره. اینا این بر خودش یه آدابی داشت که سر اون بابایی رو که بریدن چطوری بشورن، موها رو چطوری شونه کنن، دندونا رو سیاه میکردن، دندونا رو چطوری سیاه کنن، چطوری بذارن تو سینی، چطوری بیارن ارائه کنن. و حتی برای این چیزا هم آداب دقیق داشتن و روش مشخص داشت. یه وقتایی ولی دیگه این کار از این آداب سامورایی جان بعد 20 سال آموزش شده. کورکو پرام ریخته. میزد بیرون. در جنگ کره میگن تعداد سرها اینقدر زیاد بود که اصلا مشکل لاجستیک داشتن، مشکل حمل و نقلی داشتن در اینکه این همه سر رو بردارن بیارن. تغییر دادن پروتکل‌ها رو، گفتن دماغا رو قطع کنیم، فقط بینیا رو بیاریم. میگن بینیا رو جدا کردن و ریختن تو بشکه. جراحی کردن. نفهمیدی همدیگه رو می‌خوردن یعنی چی؟ دماغ قطع کردن. بینیا رو میگه میره تو بشکه. یه سبب خوب شده بودن ببین اینجوری شدن، سامورایی شدن تازه. نه دیگه میگه اینقدر هشت ایران و ایرانی سرا زیاد بوده، کلا زیاد بوده دیگه، سنگی به پدرش رو در میاده، گفته میره دماغا رو ببانه افرها نبوده. نمک بمک زدن و بعد همونطوری برداشتن آوردن، کلی بشکه شد، آوردن اینجا و بعدم دفنشون کردن یه جایی. الان یاد بودش هم هست، جایی که این همه بینی رو با بشکه دفن کردن، خاطره اون کشت. دقیقا 38,000 کره‌ای دماغشون اینجا. نه کورکو پرام ریخته، نخن دماغمونو میان میبرن. اون که فره دماغه کشته شدگان کره‌ای جنگ ژاپن و کره. واقعا تاریخ ژاپن رو داری میخونی نمیدونی جمله بعد چی در انتظارته. از این خط به اون خط ممکنه از گلارایی و باغ ژاپنی بپری تو بنای یادبود بینی های بریده شده سربازان کره‌ای. واقعا ممکنه. خانواده سامورایی، خانواده سامورایی اوضاعش چطور؟ کورکوپرام ریخت تو بود. زن خانواده که جاش تو خونه بود، خانه‌داری و بچه‌داری و دخترم نقشش این بود که با یک ازدواج سیاسی قدرت سیاسی خانواده رو بیشتر. البته در طول تاریخ سامورایی زنای قدرتمندی هم بودن ولی اونا استثناءن بیشتر. بیشتر زناشون وارد بازی سیاسی و قدرت نمی‌شدن. بچه هم، یعنی پسر بچه هم، انتظار ازش این بود که واریر بشه، جنگجو بشه، مارشال آرت یاد بگیره، شمشیر بلد باشه بزنه، تکنیک‌های استفاده از تیر و کمون و بقیه سلاح‌ها رو خوب بلد باشه، هم پیاده هم از روی اسب شنا بتونه بکنه، شیرجه بتونه بزنه. شنا بتونه بکنه منظوری نیست که مثلا بتونه
در حال حاضر بهش میگیم کله خر، جکس مثلا. تونه شنا کنه خودش رو برسونه اونور. شنا فنون خودش رو داره. انواع شنای سامورایی داریم برای شرایط مختلف با سلاح‌های مختلف. تو مارشال آرت هم ما الان مثلا جوجیتسو رو ممکنه مثلا یه خورده شنیده باشیم، دیده باشیم، زیادتر بشناسیم، ولی اونم انواعش کم نیست. خود همین مارشال آرت یک دنیایی داره احتمالاً. کلمه هارا تو بگو. هاراگری اونا شهیدی دیگه. من فکر میکنم یه چیز مسخره است. آره خودشی رو میکشتم با شمشیر به اون بگردم. اینجوریه. آره من فکر میکنم یه چیز مسخره است مثلا. نه یه جنگ سامورایی نمیذاشی نفری خود بکشی، خودشو میکشی بعد سرشو مثلا اعدام کنن. هم اینجوری خودشو اول میکشی بعد سرشو میزدن. بعضی آشنا هستن. آشنایی بیشتر ماها ولی با فرهنگ سامورایی احتمالاً از طریق فیلم و بازی و کامیک بوک و این چیزاست. رد پاشون هست از استار وارز هست تا هفت سامورایی تا کلی ویدیو گیم هایی چند سیزنه یه دست. دیدی اون سینم ولی این فرهنگ خیلی بیشتر از این حرفا چیز داره که به ما بده و حالا واقعا میتونه صنعت سرگرمی رو تغذیه کنه. داستان سامورایی اینطوری بود و بود و بود تا رسیدیم به دهه های آخر قرن 19. ژاپن داره از دوران شاگونیت میاد بیرون، وارد دوران میجی میشه، داره مدرن میشه و اینجا دیگه بساط سامورایی هم جمع میشه، منحل میشه اصلا نهاد سامورایی. از این آقا بس دیگه، این همه خر تو خری دماغ دیگه دماغ بس. وقتی که منحل شد در پایان دوره شوگانیت 5% جمعیت ژاپن بودن اینها، 1,900,000 نفر. منتها بعد دیگه ژاپن می‌خواست ارتش مدرن داشته باشه و اینا عملا نقشی براشون در جامعه نمیموند، حذف شدن از این نظر و... اسلحه اومده بود دیگه، یارو یه گوله میزد دیگه نمیرسید یارو. ولی در فرهنگ ژاپنی و در فرهنگ عامه بقیه دنیا و انواع فیلم و بازی و کتاب و اینها موندن. یه تعدادشون هم بودن اصلا رفتن سراغ کتاب و روزنامه نگاری و نویسندگی و کار فرهنگی، خلاصه تدریس در مدرسه و دانشگاه و اینها. اونها هم کمک کرد. اون چیزایی که من خواستم بگم اونها نگفته و خیلی 700 ساله خب برای اینکه اون فرهنگ و روایتهاش بمونه. بعضیاشون هم ولی رفتن تو بیزنس، هم خودشون هم خانواده هاشون. بعدن در دهه 1920 100 سال پیش، 50 سال بعد از اینکه طبقه سامورایی منحل شده بود، 35% بیزنسمنای ژاپن از طبقه سامورایی بودن. خیلی مهمه واقعا اینکه اون تاریخ و فرهنگ چه نقشی بازی کرد در ژاپن مدرن و چه اثری داشت در این ژاپنی که ما امروز میشناسیم. شاید حالا یه کنجکاوی باشه برای جای دیگری، اینجا فقط می‌خواستیم خیلی خیلی خلاصه بگیم که اصلا قصه این سامورایی ها چیه و اینا کی بودن. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس. درود بر علی بندری، خیلی قشنگ. کامل گفتی، مرسی. کامل که نه، علی خوب گفتی، مرسی. کامل که نمیشه تو دوازده. آره دیگه نمیشه. بچه اگر از این سریا خوشتون اومد بگید تو کامنت ها، بازم بریم تاریخ کل جهان رو میریزیم بیرون با هم. آره نگفته باشن خودمون میگه. لایک و ساب کنید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. کامنت انگلیسی هم یادتون نره. بای بای.